چند تا ولگرد بی پدر و مادر رو کشتم. مگه آدم حسابی و سید آل پیغمبر کشتم که به خاطر همچین آدمایی دارین منو اعدام میکنید؟ سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. جمله هایی که شنیدید آخرین جمله های اولین قاتل سریالی ایرانه که شناخته شده است. مطمئنم میدونید اینجا اتاق 13 و ما همیشه داستان متفاوت تری رو داریم که روایت کنیم. بنابراین بریم داستان امروز رو با هم شروع کنیم. سال 1312 بود که ترس عجیب و غریب وحشتناکی بین مردم جنوب شهر تهران افتاده بود. ترسی که دهن به دهن میچرخید و گاهی یک کلاغ چهل کلاغ میشد و برگ و پر اضافی به خودش میگرفت. اون زمان نه اینترنتی وجود داشت، نه فضای مجازی. خبرها از طریق روزنامه ها میرسید که کو روزنامه خونش، و از طریق تلویزیون که تلویزیون هم خب توی خونه هر کسی پیدا نمیشد. بنابراین خبرها فقط از دهن به دهن میچرخید و اوضاع یه جوری شده بود که مردم پسر بچه هاشون رو بیرون نمیفرستادن. دقت کنید، پسر بچه هاشون رو، یعنی فکر میکنم تنها برهی از تاریخ باشه که پسرها میترسیدن به اندیرون. آره، پسرهای سردمینمون میترسیدن و اجازه نداشتن که از خونه برن بیرون با دوستاشون بازی کنن. اوایل دیماه بود که پلیس عراق یک نامه زد به ایران و گفت که دولت ایران، یه قاتل ما توی عراق داشتیم که به 25 تا کودک ما تجاوز کرده و بعد اونها رو کشته. از اون جایی که این آدم ایرانی تباره، ما حدس میزنیم که اومده باشه ایران. چون تو عراق زندگی میکرده دیگه، تنها جایی که داشته ایران بوده. آره، برای همین ما حدس میزنیم که داره میاد ایران. حواستون باشه اگه جایی چیز مشکوکی دیدین، بدونین که این همین یارویه که توی عراق خیلی جنایت کرده. ولی اهمیت ندادن، یعنی اصلا برشون اصلا جدی نگرفتنش که مثلا بگن حالا بگردیم، شاید یه خبری باشه، یه چیزی باشه، شاید مثلا واقعا باشه توی ایران، اطلاع رسانی کنیم. پیگوشک زدن و برشون اصلا مهم نبود. اما درست دهم دی ماه سال 1312 بود که یه چوپان نوجوان گوسفنداشون میبره به بیابون شترخان و میچروندتشون. دمدمای ظهر میشه، یه سری خرابه بوده اونجا، تصمیم میگیره که بره اونجا استراحت کنه. آره دیگه، سایه بوده، به حساب سایه بوده، آفتاب نبوده و میتونسته که غذاشو بخوره. غذا بخوره. از دور یه چیزی میبینه، یکم پیش خودش فکر میکنه، میگه دارم اشتباه میکنم. دوباره با دقت‌تر نگاه میکنه، میگه نه، خودشه. میره جلو. جلو که میره میبینه که سر یه بچه است که چشماش از حدقه سرش بیرون افتاده. آره، از حدقه چشمه داده بیرون. از چشمه زده بیرون. برای همین تا جون داشته میدوه طرف آبادی. گوسفندش هم همونجا ول میکنه. میدوه میره آبادی و میگه که مردم، من سر یه بچه ای رو پیدا کردم توی خرابه های شترخان که چشماشو در آورده بودن. مردم حرفشو جدی نمیگیرن. یعنی من الان هم دارم فکرش میکنم واقعا، یعنی چیز مسخره میاد که مثلا همچی اتفاق میاد. بعد همچین اتفاق تا الان نیفتاده اصلا. میگن که بابا داره چرت میگه، مگه میشه که یه بچه، اونم بچه ای که گم شده باشه و ما نفهمیده باشیم، توی بیابون پیدا بشه؟ برای همین به آژان خبر میدم، به پلیس خبر میدم. پلیس هم میگه خب حالا ضرری که نداره، بذار بریم چک بکنیم، شاید راست بگه دیگه. آره دیگه، شاید راست بگه. میرن چک میکنن، میبینن که نه، درست گفته. سر یه پسر بچه است که ظاهرا قطع شده و چشماش از کاسه سرش در اومده. اونجا رو میبندن و پلیس میاد و میگفتن خب حالا این سر هست ولی بدنش کجاست؟ ما باید بدنش رو پیدا کنیم. توی یکی از خرابه های دیگه بدن رو تو گوشه دیوار پیدا میکنن، ولی توی گشتنا دو تا جسد دیگه هم پیدا میکنن که ظاهرا قبلا به قتل رسیده بودن. و خب جسد رو میبرن برای تشخیص هویت و میفهمن که جسد اون پسر بچه‌ای که پیدا کردن یه پسر بچه 15 ساله به اسم رحیمه که ظاهرا ولگردی میکرده، ولی دو تا جنازه دیگه
هیچ وقت هویتشون مشخص نمیشه و فقط حدس بر این بوده که زیر 20 سال سن دارن. یه دو ماه گذشت دیگه خبری از جسدهای بدون سر نبود و مردم کم کم داشتن به روال عادیشون میگشتن، ولی پلیس پی ماجرا رو ول نکرده بود، اون هم به خاطر اینکه خبر داشتن که عراق چی گفته بهش. آره مردم خبر نداشتن، مردم خبر نداشتن. مگه میشه که توی عراق یه نفر بوده که ایرانی هم بوده، یه کاری با بچه‌ها کرده و الان عینش داره توی ایران اتفاق میفته؟ و حدس پلیس بر این بود که این جانی احتمالاً دوباره قربانی بگیره و حدسشون اشتباه نبود. دو ماه بعد در نزدیکی پارک لاله امروزی توی تهران یه جمجمه سر پیدا کردن که گوشت و پوست نداشت و پلیس گفت که این گوشت و پوست توسط حیوانای وحشی خورده شده، ولی از کجا معلوم واقعا که حیوانای وحشی خورده باشن. به هر جهت هر چقدر اون اطراف رو گشتن هیچ بدنی براش پیدا نکردن، تا اینکه 5 روز بعد پلیس در اطراف قنات و امین‌آباد یک جسد بدون سر پیدا کردن از توی قنات و دیگه گفتن که قتل اول دعوا بوده، قتل دوم دعوای بین روستایی‌ها بوده، قتل سوم چهارم دیگه چی میگه. بعدم اینکه اومدن فکر کردن و گفتن که اینا یه تشابهاتی داره و یه تفاوت‌ها، اینکه همه این کسایی که به قتل رسیدن مردن. بعد این که همشون بچه سال بودن سرشون از تنشون جدا شده، ولی فقط این قتل چهارم یک مرد 30 ساله بوده، یعنی بچه های زیر 20 سال نبوده، 30 سالش بوده. و بعد از آزمایش متوجه شدن که این اسکلت سری که پیدا کردن با اون بدنی که توی قنات امین‌آباد پیدا کردن یکیه و الان پلیس باید میگشت دنبال یک قاتل سریالی یا زنجیره‌ای، کسی که داشت بین مردم بین پسرها قربانی میگرفت. همه اینا دست به دست هم داد تا پلیس بهترین کارآگاهشون رو استخدام کنن برای این کار و بگن که آقا شما مسئولی که قاتل رو پیدا کنی. این آقای سردار اولین کاری که کرد اومد چند تا چاهکن اجیر کرد و گفت که بیاین قنات امین‌آباد رو بکنین که اگر جسد دیگه اونجا هست ما پیدا کنیم، چون مردم هم دارن از اون آب استفاده میکنن و خب کندن اونجا چیزی پیدا نکردن. از این طرف دیگه اومد چند تا مأمور درست کرد، مأمورایی که مردم رو چک میکردن مثلا چیز مشکوکی چیزی وجود داره، یعنی ببینن که مثلا یه چیزی هست که اینا بتونن پیدا کنن. بعد یه چیزی هم که مثلا میگفتن اینه که این آقای سردار رفته تمام اون منطقه رو چک کرده ببینه نشونه‌ای هست، اطلاعاتی هست، که من فکر نمی‌کنم سال 1312 حتی مثلا اثر انگشت آنچنان روش کرده باشه. آره دیگه مثلا اونقدر پیشرفت نداشته از نظر جنایی. آره ولی به هر جا می‌بینه که هیچ نشونه‌ای نیستش، تا اینکه در 8 اسفند مامورای ایست و بازرسی یک مردی رو می‌بینن که از همون لحظه اولی که می‌بیننش ترس میفته توی جونشون، احساس بدی میگیرن، برای همین هم این مرد رو چک میکنن. مرد یک پیت حلبی و یک پشته حمالی روی دوشش داشت، یک سینی بامیه هم دستش بود و ازش پرسیدن که سربازا که آقا شما چی کاره اینجا، چی کار میکنی؟ مرد گفت که من بامیه فروشم، اینایی هم که دارین میبینین این پشته حمالی و این پیته حلبی هم ابزار و کارمه، کار میکنم باشون. ولی خب چهرش حس بدی به اینا داد، گفتن که اوکی تو بامیه فروشی بیا چکت کنیم. دست کردن توی پیته حلبی دیدن که لباس خونی توشه. یعنی اولین چیزی که یعنی مثلا میشه که مثلا مشکوک بشی به کسی واقعا. آره دست کردن توی جیبش چاقوی خونی پیدا کردن و من فکر میکنم اینا دلایل خوبی بود برای بازداشت بامیه فروش. واقعا اینا دیگه وسیله کارش نبوده دیگه. آره. مرد رو بردن برای بازجویی و توی بازجویی بهش گفتن که آقا اینا چیه دستت؟ گفت که اینا من پیداشون کردم، اینا مال من نیست، من اینا رو پیدا کردم بردم که ببرم بفروشمشون. بهش گفتن که آقا داری دروغ میگو. گفت نه. گفتن کجا زندگی میکنی؟ گفت کاروان رضاخان. رفتن کاروان رضاخان و همسایه‌هایی که اون اطراف زندگی میکردن توی کاروان گفتن که دیشب با یه پسره اومده اینجا و گفته که پسر برادرمه، ولی امروز که برگشته نبوده پسر باهاش.
و لباسای خونی رو نشون اون همسایه‌ها دادن و همسایه‌ها تایید کردن که این لباسای خونی متعلق به همون پسریه که همراهش بوده. و رفتن به مرد گفتم و مرد هم گفت که بله، من 8 تجاوز و قتل توی ایران انجام دادم و بیشتر از 25 تا هم توی عراق انجام دادم. ولی الان یه سوال پیش میاد، این مرد بامی فروش کیه؟ این مرد علی اصغر بروجردی، معروف به اصغر قاتل. این مرد علی اصغر بروجردی این مرد علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتله که در سال 1272 به دنیا اومده. دزدی، تجاوز، راهزنی چیز عجیبه تو خانواده اصغر نبوده. پدر بزرگش به زلفعلی راهزن معروف بوده، توی کوها کمین میکرده و کاروانیا رو دزدی میکرده و پدرش که دیگه اصلا آدم وحشتناکی بوده، اسمش علی میرزا بوده، ولی نسبت به باباش خیلی خونخوارتر بوده. مثلا گفته شده که یک بار برای یک کاروانی کمین میکنه، درگیری پیش میاد و 40 نفر رو خودش سر میزنه. یه شجرنامه پرپیمونی داشته. آره. اصلا خودش سر میزنه و این موضوع انقدر وحشتناک بوده، یعنی فقط یه دزدی نبوده که بگی دزدی کرده، که دیگه پلیس دنبال این میرزا علی میرزا میفته و چیش میکنن، میگیرنش و میکشنش و همسر و بچه هاش از ترس اینکه بدنام نشن و حالا چه اتفاق میفته میرن که در عراق زندگی کنن. میرزا علی میرزا گفتم ها؟ خب اوکی، تیکه میندازم روش. میرزا علی علی میرزا از میرزا علی و علی میرزا مرکز. اصغر دو تا برادر و یه خواهر داشت. برادراش در شهر کاظمین و بغداد قهوه خونه داشتن. تا سن 12-13 سالگی اصغر میرفت پیش داداشاش میموند و همونجا هم یه پولی در میآورد و پولی که در میآورد و میرفت خوراکی میخرید و میداد به بچه های کوچیکتر. مخشونو میزن. آره، که بتونه توجهشون رو جلب کنه، ولی دید اونقدر موفق نیست توی اعتماد جلب کردن. برای همین هم از پیش داداشش اومد بیرون و رفت آجیل فروش شد. آجیل میفروخت به بچه ها، یعنی میرفت در مدرسه ها آجیل و پفه به بچه ها میفروخت، باشون دوست میشد و بعضیشون رایگان میداد و همین هم باعث شد که توی 14 سالگی یه پسرهایی رو گول بزنه، با همین لواشک و آجیل و اینا ببردش خارج شهر بهش تجاوز کنه خلاف میلش. و وقتی که خانواده پسر فهمیدن از اصغر شکایت کردن و یک سال به اصغر زندان دادن، ولی خب دیدن اصغر فقط 14 سالشه و خطری نمیتونه داشته باشه، برای همین رضایت دادن و اصغر از زندان اومد بیرون. ولی چیزی عوض نشده بود، اصغر به کارش ادامه داد، دوباره رفت آجیل فروشی در یه مدرسه دیگه و معلوم نیست توی 3 سال بعد به چند تا بچه تجاوز کرد، ولی بالاخره این بچه ها دست به دست هم دادن و از اصغر شکایت کردن و اون چیزی که دادگاه گفته بود به 5 تا بچه تجاوز کرده، برای همین هم بهش حکم دادن توی 17 سالگی که 9 سال بهش زندان بدن. حتی مادرش بهش پیشنهاد داد قبل از اینکه بگیرنش 9 سال بهش زندان بدن، بیا دامادت کنیم که دست از این کارات برداری، ولی اصغر قبول نمی کرد، می گفت که من خیلی سنم کمه، فعلا میخوام به کارم ادامه بدم. اصغر وقتی توی سن 27 سالگی از زندان آزاد میشه به برادراش میگه که بیاین برای من زن بگیرین. این دفعه این خودش میاد برادرش. آره. ولی برادراش قبول نمیکنن و میگن که تو درست بشو نیستی و ما همچین کاری رو نمیکنیم. برای همین اصغر دوباره برمیگرده همون کار قبلیش رو انجام میداده. در همین مدت به یک شاگرد نجاری هم دوباره تجاوز میکنه و برای 2 سال میفته زندان. بعد از 2 سال که میاد از زندان بیرون، یعنی الان تقریبا 29 سالشه، یه سری محدودیت براش میذارن. بهش میگن که آقا هوا که تاریک میشه تو باید خونت باشی، شما بیرون نمیتونی باشی. آره، هوا تاریکش خراب میکنه. آره، باید بیای خونه باشی. و این که همیشه در خونش یه مأمور بوده
که ببینن که میره که میاد کسی میاره نمیاره. در خونش یه دونه مامور گذاشته بودن که چکش بکنه. واقعا خطرناک بوده یعنی چجوری. و اصغر با خودش گفت که بابا من به اینا تجاوز میکنم، حالا تجاوز که نمیگفته چیزی پیش خودش فکر میکرده، اینا میگن ازم شکایت میکنن، برای همین تصمیم میگیرم که از این به بعد کاری کنم که نتونن شکایت کنن دیگه، بکشمشون. اصغر تو یکی از مصاحبه هاش میگه که دیدم برای 4 تا بچه بی پدر و مادر باید برم آب خنک بخورم یا همش چشای یکی روم باشه، برای همین هم تصمیمم رو گرفتم بعد از اینکه کارم رو میکردم میکشتمشون یا مینداختمشون تو رود یا میکردمشون زیر خاک، دیگه کارم رو بلد بودم، هیچ نشونه ای از خودم جا نمیذاشتم. فکر کنم تو عراق که بودم کار 24 یا 25 تاشون رو ساختم، اما آخریه که پسر همسایه‌مون بود و گولش زدم آوردمش توی اتاق، بعد از اینکه کارمو باهاش کردم داشتم میکشتمش، یه فضول بچه ما رو دید و فرار کرد، نتونستم بگیرمش، برای همین رفت احتمالا به مامان باباشو یا پلیس خبر داد، برای همین مجبور شدم رامو کچ کنم و بیام ایران. یک ماه و نیم از توی کوه کمر تو راه بودم تا پیاده رسیدم ایران. از اونجا رفتم بروجرد پیش خالم. خالم یه جفت گوشواره داشت که خیلی چشم دنبالشون بود. گوشواره هاشو دزدیدم و بعد رفتم تو همون بروجرد توی کارگاه قالی بافی شروع کردم به کار کردن. تا اینکه پسرش منو گرفت و انداخت زندان. بعدم التماس درخواستشون کردم و رضایت دادن و من از زندان اومدم آوردم بیرون. من اومدم تهران. اومدم تهران رفتم کاروان رضاخان، اونجا ساکن شدم. اصغر حافظه عجیبی داشت. تمام جزئیات قتلاشو مو به مو به خاطر داشت. مثلا در مورد یه قتلش میگه که یه بچه 13 ساله بود که در مسجد شاه همیشه پلاس بود. یه بار رفتم پیشش دیدم پول لازمه، بهش 8 ریال قرض دادم. هی امروز کرد، هی فردا کرد. هی گفت میام، هی گفت نمیام. آخر گفت پولتو پس میدم و نداد. یه بار گولش زدم، گفتم بیا با هم بریم، من پول نمیخوام ازت، 4 ریالم بهت میدم. با هم اومد تو خرابه ها. اول که وارد شدیم یه موش زدم تو شکمه، شکم بیحال شد. بعد از اینکه کارمو باهاش کردم دوباره چند تا موش زدم توی شکمش و انداختمش گوشه خرابه. گفتم من دیگه آزادیمو قمار نمی کنم، کارشو باید تموم کنم. گرفتم بغلم، میخواستم سرشو ببرم و که به هوش اومد و التماس درخواست کرد که نکنم، نکشمش، ولی من میخواستم کارشو تموم کنم، بنابراین سرشو گوش تا گوش بریدم. مثلا در مورد یکی دیگرشون میگه که یه بچه سفیدی بود در مسجد شاه همیشه گدایی میکرد، لباسش هم همیشه پاره بود. رفتم بهش گفتم با هم بیا بهت پول میدم. گفت یه تومن بده. گفتم که یه تومن بهت نمیدم، زیاده، ولی 5 قرون بهش دادم و قرار شد با هم بیاد، ولی وسط راه قالم گذاشت و فرار کرد. فرداش دوباره گیرش آوردم و بهش گفتم که تو پول منو گرفتی و با هم نیومدی، بیا الان بریم. با هم اومد و اومدیم توی خرابه های بیابون شترخان و من کارم رو باش کردم. بی چشم رو بعدش بهم گفت که 5 قرون دیگه هم بهم بده. من بهش گفتم هه خیال کردی. چند تا مشت زدم تو شکمش، بیهوشش کردم، لباساش رو در آوردم که الان داشته لباسا رو در می آورده. لباساش رو در آوردم و سرش رو گوش تا گوش بریدم و بعدم بدنش رو همونجا دفن کردم. لباساش هم آوردم بازار شاه، 30 شاهی فروختم. اصغر در مورد قتلا خیلی بیرحمانه حرف میزد، انگار اصلا براش مهم نبود که داره در مورد آدم حرف میزنه. مثلا در مورد یکی دیگهشون میگفت که یه بار در مسجد شاه یه پسری رو دیدم، اسمش احمد بود، به زمان و زمان فوش میداد. بهش گفتم نکن پسر، زشته، بیا من بهت پول میدم، برو نهار بخور. پسرم قبول کرد. منم بهش 2 قرون دادم که بره نهار بخوره. رفت خورد و قرار شد بعد از اون با هم بیاد. نیومد.
دوباره تو بازار دیدمش، گفتم که تو قرار بوده بیا چرا نیومدی باهام؟ گفته که 3 قرون دیگه بده، فردا قول میدم باهات بیام. دوباره 3 قرون دیگه بهش دادم، فرداش هم نیومده. دوباره روز بعدش دیدمش، گفتم تو 5 قرون از من تا الان پول گرفتی چرا نیومدی و اینا؟ گفته بهم بده الان، همین الان باهات میام. من گفتم باشه. گفت بیا بریم با هم حموم، اونجا کارتو بکن. بهش گفتم نه حموم، نه حموم خوب نیست، بیا با هم بریم بیابون شترخان، اونجا خوبه تو خرابه های اونجا. قبول کرد، قبول کرد و با هم اومد. بعد از اینکه کارمو کردم چند تا موش زدم توی شکمش، سرش رو گرفتم، گوشش رو با دندونام کندم، خون می اومد از شما چه پنهون، خونش خیلی خوشمزه بود، خوردم و بهش گفتم احمد تو خیلی من اذیت کردی، امشب قراره بری کنار رحیم، کنار رحیم قراره بمونی. و بعد هم سرشو گوش تا گوش بریدم، با چاقو زدم توی چشماش، از چشماش آب می اومد به جای خون. اصغر 5 ماه زندانی بود و حتی پلیس رو برد بالا سر 4 تا جنازه که خودشون نتونسته بودن پلیس پیدا کنن و در موردشون میگفت که من 4 تا بی سر و پا رو کشتم، اینا بزرگم میشدن، دوز میشدن، دشمن مملکت بودن، خوب کاری کردم کشتمشون. کم کم داشت به روز دادگاه نزدیک میشد و 15 خرداد روزی بود که دادگاه علنی قرار بود برگزار بشه. مردم هجوم آورده بودن، دم درا جمع شده بودن و باعث شده بود که پلیس هم اونجا باشه که باعث نشه که شلوغی بشه یا اتفاقی بیفته. اصغر آوردن توی دادگاه و باهاش صحبت کردن، بهش گفتن که آقای محترم شما به قتلی که کردی اعتراف میکنی؟ گفت آره. گفتن یه طفل 14 ساله به اسم رحیم رو کشتی؟ گفت آره. گفتن یکی به اسم احمد رو کشتی؟ آره. گفت آره من کشتم، من کشتمشون، اینا اگه ریششون هم در می اومد دوز می شدن. توی عراق کار 24-25 تاشون رو ساختم، اومدم اینجا دیدم اینجام هستن، برای همین تصمیم گرفتم که اینجا هم بکشمشون. تمام شواهد و حرفایی که اصغر می زد باعث شد که بهش حکم اعدام بدن. شب قبل از اعدام اصغر مدعی العموم و قاضی و اینا رفتن پیشش و بهش گفتن که آخرین وصیت چیه، و اصغر گفت که من نمیخوام مادرم و خالم رو ببینم، ولی از اونجایی که مادرش بغداد بود و خالش بروجرد بود و این میتونست حکم رو به هم بزنه و زمان اعدام رو عقب بیاندازه، خود قانونی که اون موقع بود احتمال. آره، گفتن که ما نمیتونیم آخرین خواستت رو برآورده کنیم، بنابراین صبح ساعت 6 و نیم قرار اعدام بشه آقای اصغر. بردنش که اعدامش کنن صبح ساعت 6 و نیم، مردم همه جمع شده بودن منتظر بودن این کابوس تموم بشه و اصغر با لبخند اومد انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده. بهش گفتن میدونی جرم کاری که کردی اعدامه؟ گفت که هرچی خدا بخواد دیگه. فکر میکرده واقعا اعدام نشه مثلا. آره فکر میکرده اعدام نشه. و موقعی که اسمش رو خوندن که قرار بود بره بالای چوبه دار، به سربازا میگه که اگه نجات پیدا کنم دو تا گوسفند نظر شاهزاده عبدالعظیم میکنم و اونجا سر میبرم، ولی خب کسی اهمیت نمیداده. و اونجاست که میگه من 4 تا بی سر و پا ولگرد رو کشتم، مگه سید آل پیغمبر کشتم که به خاطر همچین آدمایی میخواین منو اعدام کنین؟ ولی که توجه نمیکنه، میره بالای چوبه دار و بین 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا اعدام بشه. اما اینجا یه روایت متفاوت تری هم داریم از کتاب، بذارید اسم کتابش رو بهتون بگم، کتاب چاه بابل نوشته رضا قاسمی. در اونجا آقای قاسمی میگه که وقتی حکم خونده میشه، اصغر به جایی که باید بره بالای تناب بره بالا، وقت تناب رو نزن گردنش، میگه همیشه میخواستم که سرم بالا باشه و مردم رو از بالا نگاه کنم. و الان دارم به خواستم میرسم. میگن رضا شاه اجازه این کار رو نمیده و دستور میده سنگ بزرگ و سنگین رو به گردن اصغر آویزون کنن و از پا دارش بزنن. من نمیدونم این روایت که آقای قاسمی از کجا آوردتشون، حتی عکسایی هم که از اعدام اصغر موجوده از سر اعدام شده، یعنی از پا اعدام نشده. خب ممکنه که همون به سرش که تناب دار بست بوده سنگو به پاش بستن، اینم احتمال داره. نه دیگه، گفتم میخوام سرم بالا باشه مردم از بالا ببینم. نمیدونم
ولی عکس حالا این آقای قاسمی من حتی نمیشناسمشون، ولی خب یه منبع دیگه به هر جهت کتاب نوشته و کتابش چاپ هم شده، باید میگفتیم اینو دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه میخواین از ما حمایت کنین لایک سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.